بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم خدمت همه شما دوستان و همکاران عزیز و صمیمی رسانه خودم. خیلی خیلی خوشحالم که بعد از مدت‌ها خیلی از دوستان عزیزم رو می‌بینم و باید بهتون بگم که خانم آقایان به نخستین نشست خبری جناب آقای امیرعلی اکبری بسیار بسیار خوش اومد. خب این که گفتم نخستین نشست خبری به خاطر اینکه بعد از اتفاقات و افتخار آفرینی های بسیار زیادی که طی چند سال اخیر داشت اتفاق می افتاد، معمولا جسته گریخته اخباری به گوش می رسید، اما بنا بود که در یک نشست خبری رسمی برای اولین بار پیام بسیار بسیار مهمی به اصحاب رسانه و به عموم مردم منتقل بشه در قالب یک نشست خبری. قبل از هر چیز باید تشکر کنم و اعلام کنم که این نشست که امروز در خدمت شما هستیم به همت اولین پایگاه تخصصی MMA ایران با آدرس MMA.ir که حتما چند وقتی هست اخبار و اطلاعات بسیار زیادی رو ازش می‌بینید و بیشتر خواهید شنید در رابطه با این موضوع و همینطور نشریه رزم‌آور، نخستین نشریه و رسانه تخصصی رزمی در کشور که حامی در برگزاری می‌کنند. اما اپلیکیشن مدال هم بسیار بسیار تلاش کردم در این امر که از این دوستان هم باید سپاسگزاری و قدردانی بکنم، همینطور بر بچه‌های خوب آپارات که از نخستین ساعات امروز اینجا بودند و مراحل و مسائل فنی رو پشت سر گذاشتم تا امروز مخاطبین عزیز ما از وبسایت آپارات به صورت زنده شاهد این نشست خبری باشن. خدمت این دست از مخاطبینم سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم. اما قرار نیست من خیلی صحبت کنم، از اینجا به بعد در خدمت جناب آقای امیرعلی اکبری و دوست عزیز مخواهیم بود که از زبان خودشون بیشتر بشنویم تا در خلال برنامه عرض کنم که اون بخشی که برای پرسش و پاسخ هست به چه صورت خواهد بود. سپاسگزارم. به نام خدا، من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت همه دوستانی برم که اکثرا با هم دوستیم، چند سال با هم داریم کار میکنیم، تمام جامعه رسانه تلویزیون و همه دوستانی که اینجا هستن. خب خدا رو شکر امروز بعد از نزدیک 4 سال که توی رشته فعالیت بودیم نصیب کرده شد که با هم دور هم جمع بشیم و یه اتفاق خیلی بزرگ توی رزمی تجربه میتونم بگم که برای جامعه ورزشی ایران داره میفته. اینجا با هم هم یه جوری برای ماست که هم جشنش بگیم و هم اعلام بکنیم که خدا رو شکر همه دوستان هستن، ما در خدمتتون هستم. شب هم پاسخ و پاسخ داریم، میتونیم سوالایی که اتفاقایی که از قبل افتاده رو با هم اینجا آن بذاریم و همین که اگه کسی سوالی در جای آینده داره میتونیم در خدمتتون باشیم. امروز هدف اصلی از نشستی بوده که برای اولین بار یک ایرانی توی خود ایران بوده تونسته به یه لول از رزمی حرفه‌ای دنیا برسه که تا کسی نبوده توش و امیدوارم که بتونیم این راه رو ادامه بدیم و پرچم کشورمون توی مهمترین مسابقات حرفه‌ای دنیا همیشه بالا باشه. ممنونم از همه توشی تشکر بودم. من در خدمت همه هستم. بسیار داریم میخواستیم جذابیتش بیشتر باشه. خدا امیرخانی رو بگم و قرار شدش که من نقش رو اعلام بکنم. خدمت شما عرض کنم که بسیاری از شما عزیزان میدونید که ورزشکاران بسیار خوبی رو ما در حوزه MMA داشتیم و که ورزشکاران ایرانی بودن و اتفاقا هم به سازمانی مثل سازمان UFC رسیدن، اما برای نخستین بار یک ایرانی مجوز رو گرفت که در این سازمان با نام و پرچم ایران و پاسپورت ایرانی حضور پیدا کنه. خبر اصلی ما این بود که آقای امیرعلی اکبری به عنوان نخستین ایرانی که با ملیت ایرانی و پاسپورت ایرانی و لزوماً پرچم ایرانی در این لیگ حضور پیدا کنه. حالا اگر دوستان عزیز، من خواهشی که دارم اساتید و
البته شاید لازم باشه شما خودتون در رابطه با این جریان یه مقدار بیشتر توضیح هم بدید تا بعد از اینکه قبل از اینکه مرحله پرسش پاسخ بدید. من فکر می‌کنم تا حالا حداقل یک بار همه شما مسابقات MMA رو دیدید از نزدیک. مسابقات MMA اینجوریه که لول بندی لیگ‌ها توی دنیاست که وقتی فایترها شروع میکنن از اول میان از لیگ‌های سطح پایین‌تر شروع میکنن و اگه همینجوری بتونن ببرن و رنکینگشون بیاد بالا میتونن برسن به سازمان UFC. خدا رو شکر این عمل محقق شد و بعد از نزدیک 4 سال فایت توی سازمان‌های مثل رایزین و ACA که جزء معتبرترین سازمان‌های دنیا بودن و رنگ 5 و 3 دنیا داشتن، خدا رو شکر ما این هفته تونستیم با UFC به توافق برسیم و قرارداد امضا کنیم و انشالله به زودی اولین بازی هم اعلام خواهیم کرد. بسیار عالی، سپاسگزارم. تاریخ قراردادتون هم می‌خواید بگید که کی منعقد شده؟ این قرارداد تقریبا 3 شنبه تموم شد، مدت 1.5 سال و 4 بازی که بعد از بازی سوم قرارداد جورایی اوپن هستش و بازی به بازی باشون بیدی جلو، ولی فکر میکنم برای کسی که اول راه UFCه بهترین قرارداد ممکن گرفت. بسیار عالی، سپاسگزارم. حالا دیگه من خواهش میکنم دوستان اساتید و پیش نسبتان عزیزی که حضور دارم، من چهره ها بعضی از دوستان رو حضور ذهن بیشتری دارم، جسارت نشه جناب آقای فتحی، آقای میرزاییان، آقای بیرامی عزیز، بقیه دوستان خواهش میکنم که سوالات رو مطرح کنید تا این روال پرسش و پاسخ ما هم مطرح بشه. آقای فتحی خواهش میکنم. میکروفونتون رو آقای فتحی عزیز سلام دارم به شما و سایر دوستان و همکاران کسب ایجا از بزرگترین نیازیز. در رابطه با روایستان مثلا سوال کنم از حضورتون که به اصطلاح برنامه های تمرینیتون با دوره تو همین کمپ خارجی خواهد بود یا داخلی؟ خب از اونجایی که مسابقات ما بعد از این قطعا سخت‌تر خواهد شد، ما دو تا کار کردیم، به توافق داریم به باشگاه سوئدی که برای کمپ هم اونجا میتونیم حاضر باشیم و یه تیم خیلی خوب درست کردیم توی ایران، باشگاه خیلی خوب داریم توی ایران و بچه های خیلی آماده و سرحال که تقریبا 70-80% کمپ هامون توی ایران اشاره خواهد بود که بتونیم MMA رو توی ایران بیشتر از این جا بندازیم. سپاسگزارم. آقای میرزاییان در خدمت شما باشیم، خواهش میکنم. سلام حضرت مجید، بدن دوستان از دوبند نریفه. حالا به صحبت رو در دوستان که شاید شما در همکاران رو تحلیلات ایجاد بکنید و مربیان جدید باشن در کنارتون صحبت کنید در خصوص. قطعا همینطوره، ما اشتادم یک سری مربیان جدید حتما اضافه خواهیم کرد، همینطور که آیدی جدید هم به ما اضافه شده و توی بخش بوکس و قطعا مربی موتوار و جویسو هم اگر امکانش فراهم بشه از خارج از کشور و اگه بتونیم از مربی داخلی استفاده خواهیم کرد. جا داره همینجا علی آقا هم ازش تشکر بکنیم که تا اینجا بر ما خیلی زحمت کشیده و مثل برادر بوده و هنوز هم هست، ولی خب دیگه از این به بعد نیستش به خاطر مشاغل کاریش و امیدوارم که بتونیم این راه رو همینجوری سفت و سخت جلو ببریم. بسیار عالی. حالا دوستان هم میتونن توی بحث مشارکت کنن، ولی من آقای بیرامی رو خواهش میخوام بکنم که اگه سوالی دارن بفرمایید. خیلی ممنونم بیرامی هستم، فرمزوری مهر. یه سری حواشی تقریبا میشه گفت یه چند وقت اخیر رخ داد و مهمترین چنین بود که تو فضای مجازی منتشر شده که شما رقباتون خودتون انتخاب میکنید، در این رابطه هم یه صحبت میفرمایید. اونایی که از MMA سرنب میارن میدونن وقتی سازمان بزرگی داری بازی میکنه مثل ACA اصلا به فایتر اجازه نمیدن که حق انتخاب داشته باشن و فقط و فقط یک فایتر رو شما معرفی میکنن، یا میتونی باهاش بازی کنی یا به مدت 3-4 ماه دیگه بهت بازی نمیدن و اصلا اینجوری نیستش که هیچ سازمان بزرگی توی دنیا فایتری بتونه حریف خودش رو انتخاب بکنه. معرفی فرمایید دوست. علی خواه هستم. آقای علی اکبری، خواستم در مورد مرتبه حضورتون تو سازمان UFC بپرسم. من اینکه خب میدونید ایران یه سری محدودیت ها داره واسه سفر، اگه سازمان واسه شما یه سری مسابقات در نظر بگیری که خب
مشکله رفت آمد به اون کشور و اون شهر واسه این چه برنامه ریختیم و چطور قرار کنترل کنیم؟ خود یو اف سی هم این جریان رو میدونه به خاطر پاسپورت ایرانی شما داریم به خاطر سفر به آمریکا و جاهای اینجوری سخت برای ما و ممکنه ویزا صادر نشه و بازی لغو بشه. خود یو اف سی اینجوری تدارک دیده که توی کشورهای دور اطراف ما که بازی میذاره مثل آسیا، چین، نمیدونم خاورمیانه فعلا توی این جاها ما بازی بکنیم که راحت بتونیم ویزا بگیریم که بازی کنسل نشه تا ان شاءالله در آینده بتونیم ویزای کشورهای دیگر رو بگیریم. خیلی متشکرم. آقای صفوی فرواز فارس رو من توی شروع ندیدم. اگر دوستان محبت کنن میکروفون رو بهشون برسونن خیلی ممنون میشم که در خدمت ایشون هم باشیم. سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان و همکاران بهترین. خیلی خوشحالم که بالاخره موفق شدیم که سازمان جدید رو تعریف کنیم. خیلی بحثی نظر که این چند روز گذشته مبین اینکه دیگه در یادستی که در حالی شما همکاری کنید که زیادی داره یه مباحثی که مطرح بود که شما رو با من که صحبت کردید بود که از جانب من مطرح شده و من اینو کاملا به شما توضیح دادم که اینطور نبوده و اما یه شایبه به توشون اومده در مورد بازی آخرتون که من میخواستم خودتون یه توضیح کامل در مورد این بدید در رابطه با بازی با فایتر آخر و حریف آمریکاییتون مثل اینکه این بازی توی بازی اصلی نبود آقا نمیدنید صحت داره یا نه اگه در مورد توضیحی که من قبل از بازی آخر خود ای سی بی توییت گذاشت توی روسیه که کدوم یکی از فایترهای سنگین وزن دوست داره با امیرعلی اکبری بازی کنه. سه بار هم فایتر انتخاب کرده در کشور خودش که همه‌شون جا زد و این برای من بزرگترین افتخار بود. توی کشوری مثل روسیه هیچ سنگین وزنی حاضر نشد با من بازی کنه و آقای شلتون که فایتر آمریکایی بود و باش قرارداد بستن. این فایتر کسی بود که از سال 2012 نباخته بود توی مسابقه استعدادیابی UFC با ناکوت آخر بازیش رو پیروز شده بود و فکر میکنم 7 یا 8 بازی آخرش رو پشت سر هم برده بود و یه رکورد خیلی خوب داشت. ولی از اونجایی که ما خیلی زحمت کشیده بودیم برای این بازی و من حتی 3-4 بار به خاطر تمرین شدید مریض شدم و خودمون کسایی که با موندن دیدم و به شدت تعمیل کرده بودیم و هیچ کس نگفت که امیر علی اکبری آماده است اما مادر گفتن که حریفش ضعیف بوده ولی اگه یه سرچ کوچیک توی اینترنت بزنید میبینید که این حریف ما نزدیک به 6 سال بود نباخته بود و منم توش دخیل نبودم تو انتخابش خود ACA اینه برای من تدارک دید. سپاسگزارم. دوستان دیگر ما اگر بله خواهش میکنم میشه لطفا میکروفون اونجا بسید بفرمید. یوسف هستم از شبکه بی ان سپورت. آیت برای هست از سنواشید میگم و دقیق میگم در واقع میخواستم بپرسم فایترهای دیگه تو ایران موجود هستن چون فقط ما تو منطقه فقط امیرعلی میشناسید و شما به عنوان فایتر ایرانی این ورزش تو ایران قبلا ممنوعیت داشت یعنی آره نمیدونم الان اوکی شد یا نه و آیا فایترهای دیگه از ایران و منطقه اطراف شما میشناسید که واقعا میتونن به جایگاه خودتون برسن؟ ما فایترهای خیلی خوبی توی ایران داریم و یه بخشش هم که تو تیم خودم هستم و یه مسابقه هم گردستان بردی بشون داری با سابقه خبری کوچیک هم داشت قطعا ایران در آینده فایترهای خیلی زیادی حتی توی UFC خواهد داشت و من دارم تمام تلاشم رو دارم میکنم که این ورزش از ممنوعیت در بیاریم ایشالله و بتونیم یک کمپ خیلی خوب توی ایران احداث بکنیم. ولی مطمئن باشیم همونطور که مثلا 3 سال پیش اینقدر این ورزش رشد کرده قطعا تا 3-4 سال آینده ما فایترهای خیلی بنامی توی ایران خواهیم داشت. خیلی متشکرم. دوستان اگر محبت کنن همکاران عزیزم میکروفون رو به میز اول برسونن ممنون میشم. رسانه هم بفهمید. خوش من محسن وظیفه هستم از ایران ورزشی. خیلی خوشحالم که این موفقیت رو شنیدیم. آیا میاری یک دیگه شما من سوال داشتم در خصوص این مبدل قراردادتون با سازمان یوسی که درآمدتون از این مسابقه چطور کنه؟ خب همونجور که میدونید UFC جز پردرآمدترین سازمان های دنیاست و فایترهایی که توش هستن جز پردرآمدترین ورزشکارهای انفرادی دنیا مثل کانر که اصلا یک سال پردرآمدترین ورزشکار دنیا شد بعد از
بوکسوری که اسم شده رفته قطعا هیچ MMA فایتری قراردادش رو واضح نمیگه و ما هم خب بالاخره دو سه بازی اول شاید نتونیم اونجوری که باید شاید پول در بیاریم، ولی مطمئن باشید ایشالا اگه همینجوری پیش بریم شاید یه روزی بتونیم پردرآمدترین ورزشکار دنیا بشیم. خیلی متشکرم. من چون به لیستم دارم مراجعه میکنم، آقای امیر میرزاییان در خدمتشون بودیم، آقای سعید میرزاییان اگر در خدمتشون بودیم. و سوالی که داشتم شما این توسط فاتر خیلی خوب برسه به احرام شهر روزی و حمیل هولی بود آمون نمی بچه همون یه گرزستانی یا نه بچه مسابقات در نظر داریم شد خیلی خوب همه تنمیم من چند تا فایتر خیلی خوب دارم واقعا که واقعا رو روشت هم مثل حمیل هولی بود مثل حسین امینی و بچه های دیگه که ما در تدارک این هستیم که دوباره برای بچه ها فایت بچینیم که یه مقدار علاوه بر رکوردی بیام بالا و همونجوری گفتم قطعاً از این چند تا فایتر که ما تو تیممون داریم و یه چند تایی که قطعاً در آینده به ما اضافه خواهد شد در آینده ما خیلی خواهد شد قطعاً. سلام، خسته نباشید. من آقای علی اکبری به دوستان سفری هستم، روزنامه همشهری. آقای علی اکبری، چند وقت پیش یه پستی از شما تو اینستاگرام منتشر شد که سریعا برداشتیدش که ایرانی ها رو حالا به مبارزه طلبی دارم دارم رزم میکارم. میخوام ببینم که از اون طرف هم اون سازمانی که هست بخورد که ما آمادگی داریم برای شما مبارزه برگزار کنیم. میخوام ببینم چی شد که اون بسته رو برداشتید و واقعا تو ایران برای مبارزه کنید. خب من یه پولیتیکی بود که خواستی بزنید و اولین بار اینجا دارم اعلام میکنم که جریان پشت پرده این رزمی چی بود. گفتم که ما اومدید توی مجله رزم‌آور این پست رو گذاشتیم. من یه شرکتی از آمریکا دارم وارد ایران میکنم، یه شرکت منیجمنتی خیلی بزرگه، خیلی بزرگه توی دنیا. میخواستیم استعدادیابی کنیم از MMA فایترها. بحث من فقط بحث MMA هستش، نه ما ادعایی توی کیک بوکس داریم و نه بوکس. من تمام تلاشم اینه که MMA رو توی ایران جا بندازم و استعدادهای خوب رو کشف کنم. یکی از مهمترین فاکتورها توی MMA جرأت داشتن برای فایتر. من از قصد این پست رو گذاشتم ببینم اول کسایی که واقعا جرأت فایت سنگین دارن کیا هستن و بعد یک سری انسان‌های و یک سری فایترهایی که میان با ما تمرین میکنن. فقط این پست فقط برای تمرین بود، نه فایت. اسپارینگ بود. اسپارینگ توی اصطلاحش توی رزمی تمرین هستش، نه فایت واقعی. ما می‌خواستیم یک سری از استعدادهایی که میان با ما تمرین میکنن رو پیدا کنیم و جزء تیم بکنیم که با این بچه‌ها قرارداد بسته بشه برای آینده که این شرکت آمریکایی خواهد براش بازی بگیره، اسپانسر بگیره، به یه جورای استعدادیابی کنه که متاسفانه با دخالت فایترهای رشته‌های دیگه که اکثرا هم مجازی بودن فقط این پولیتیک و این استراتژیک یه جورایی نابود شد و من دیگه منصرف شدم. برای شده در آینده یک استعدادیابی از روش بهتری رو قطعا انجام خواهد داد. خیلی ممنون. یکی نشد. من یه سوال داشتم فقط در مورد اینکه بفرمایید ان شاءالله که همش با برج باشه، ولی خب شما هدف و تارگتتون واسه اینکه با چه مبارزی فایت انجام بدین یه چه کسی خودتون میلتون به کیه؟ قطعا میگم توی سازمان‌های بزرگ به فایتر اجازه نمیدن فایت بچینن. دلخواه شما بود، ولی من اومدم توی UFC که نشون بدم یه ایرانی میتونه به بالاترین لول ورزش حرفه‌ای دنیا برسه و شک نکنید هر فایتری که بذارن با تمام وجود میجنگم و ایشالا بعد دو سه بازی اول که قطعا یه مقدار با رنکینگ پایین‌تر شروع میکنیم قطعا شروع میکنیم به چلنج قهرمانی بزرگ UFC و اومدیم اینجا ثابت کنیم که ما هم میتونیم، باید این اتفاق بیفته. سپاس گزارم. آقای فتحی کجا نشستن من؟ آقای فتحی که ببخشید عذرخواهی میکنم تو لیستش هم نگاه میکردم. آقای عبداللهی اگر با ما همراهی کنم توی سوال ممنون میشم. داشت ندارن الان تو جمعه مون؟ آقای رجبی هستن. آقای رجبی بفرمید. سلام عرض میکنم رجبی هستن، آقای رجبی هستن
خواستم ببینم حالا اولین مبارزه فکر کنم چه باشه و با چه چشکش های منطقه گفتید چشکش های حوزه خلیج فارس هن یا نه مطرح هم تو دنیا ببینید یو اف سی توی سنگیمت نزدیک 30 تا فایتر داره که فکر میکنم تنها فایتر سنگیمت خاورمیانه هم من باشه و این دیگه بحثی نیستش که با کی میخوای بازی کنی و هر کسی که خود یو اف سی صلاح بدونه جلوی ما بذاره ما قطعا آمادگیشو داریم ولی یه چیزی که اینجا بهتون بگم و بار اوله خب یو اف سی داره میاد ابوظبی و فکر میکنم همه رو میدونن جدیدن یو اف سی رو که ما تمام تلاشمون رو میکنیم که اولی بازیمون توی ابوظبی باشه ولی هنوز یو اف سی به ما چیزی رو اعلام نکرده ولی ایشالله اگه بتونیم استارت رو توی برج 6 شهریور ما توی ابوظبی بزنیم فکر میکنم قرار MMA خاورمیانه عالی باشه. سپاسگزارم. دوستان دیگری که در سالن حضور دارن اگر بفرمایید خواهش میکنم. من یه سوال دیگه از ممنوعیت بپرسم آقای اکبری. علت ممنوعیت این ورزش تو ایران چی هستش و شما کدومهاش و مراحلش رو طی کردید که حل شده یعنی تقریبا و نزدیک شدید به اینکه این ممنوعیت برداشته بشه؟ ببین هیچ نامه مبنی بر اینکه این رشته ممنوع هست هیچ جای ثبت نشده و فقط به خاطر خشونتی که بوده این رشته قانونی نشده. ما تمام تلاشمون رو می‌کنیم با تمام دوستایی که داریم و محبتی که به این ورزش و ما دارن و به بچه‌هایی که توی رشته دارن سخت تلاش می‌کنن تمام تلاشمون رو می‌کنیم که ان‌شاءالله در آینده نزدیک حداقل یک انجمن برای MMA یا همون هنرهای ترکیبی که ایرانیزش باشه رو توی ایران ثبت کنیم که این رشته صاحبدار بشه و صاحب پدر بشه یه جور توی و دست سودجوها رو بتونیم از این بشه تا کنیم. خب خیلی مشکر. دوستان دیگر بفرمایید خواهش میکنم. ورزشکاری ما که تو صف قهرمانی دارن فعالیت میکنن حالا با این دورنما که MMA از نظر مالی خیلی براشون سود داره تا یه مشکل توی فدراسیونشون به وجود میومد راهی MMA میشدن اما نمیمونن. شما تو صحبتتون هم از شجاعت زدیم حرف از اینکه جسارت فایت کردن داشته باشن و الان تقریبا تیمی که تشکیل شده به جز آقای قلی‌پور فکر نمیکنم کسی از ورزش قهرمانی اومده باشه. مثلا یه توضیحی در این باره بدید چون اکثرا من باهاشون صحبت میکردم گفتن که باشه آمش کردن. اصلا MMA اینجوری نیستش که شما اگه از رشته خودت قهر کردی یه بتونی توی MMA موفق بشی. من خودم از خودم شروع میکنم. من نزدیک 4 سال توی تایلند شبانه روز MMA یاد گرفتم فقط تا بتونم مسابقات شروع کنم. این تیمی هم که ما الان خدا رو شکر تونستیم دور هم جمع بکنیم به جز آقای قلی‌پور و آقای نوزاده که عنواندارهای رشته خودشون هستن مبارز هم کسایی هستن که رشایگر بلدن ولی نزدیک به 2 سال صبح و بعد از ظهر دارن MMA تمرین میکنن که یاد بگیرن و شما هر چقدر هم کشتیگیر خوبی باشی، بوکسر خوبی باشی، کیک بوکسر خوبی باشی بخواید بلافاصله وارد MMA بشی قطعا نتیجه نخواهی گرفت چون نیاز به این هستش که حداقل 3 سال خود MMA رو تمرین کنی با مربیای خوب که بتونی به لول بالای MMA برسی حتی اگه تو رشته خودت قهرمان باشی نه ورزشکار معمولی باشی. خیلی متشکرم. دوستان دیگه بفرمایید شما بفرمایید خواهش میکنم. اون چیزا رو من یک به جواب ندادید همین با میکروفون بکنید چون توی فیلم ها میمونه بسید هم میکروفون بگم در خصوص اون سازمانی که توی ایران شما رو دعوت کرد در مورد توضیح ندادید و یه سوال دیگه در خصوص اسپانسر بیرون هم خیلی سخت باشه این دفعه شما تو روسیه مبارزه میکردید باید سربندی میرفتید تو حالا بحث اسما بحث تبلیغاتش بیشتر باید سربندی میرفتید تو یایدری کران به این فکر کردید که اصلا اجازه ندن اینو بهتون چون امکان داره بخواد تو روسیه اکثرا مسلمون هم ولی تو آمریکا بکنم شرایط متفاوت باشی مرسی بحث اسپانسرینگ رو من خدا رو شکر تا حالا 1000 تومانی از اسپانسرهای داخلی نگرفتم و اگه کسی فکر میکنه که من این سربند رو بستم که بتونم از داخل اسپانسر بگیرم همین رو اعلام میکنم اگه کسی از داخل ایران 1000 ما رو حمایت کرده بیاد متعلقش کنه این سربندی که من بندم دیدیه و هیچ ربطی نه به اسپانسر داره نه به داخل داره نه به خارج اون بر خودم میبرم با تا اونجایی که بتونم هم
تا جایی که اجازه بدم قطعا این سربند یدک خواهم کشید و خدا رو صد هزار مرتبه شکر که درآمد ما و اسپانسرهای ما همه خارج از ایران بودن و ما به یه مقدارم از وارد ایران کردیم، خیلی بیشتر از خیلی ها، ولی خدا رو شکر تا حالا داخل ایران یک ریال درآمد نداشتیم به جز یک دو تا اسپانسری که تازه به ما ملحق شدن، مثل مدار یا امارات. سپاس گذارم. آقای علی اکبری، من از بدنه و اصحاب رسانه را همه نمثل این عزیزان که میبینید همه تخصصی در حوزه رزمی، ولی میخواستم که خودم هم یه سوال بپرسم، سوالی که خیلی وقتا ما توی فضای مجازی دست به دست میشه، اما الان اصلا به آقای علی نجات گفته بوده من میتونم سوال بپرسم، و آره تو میتونم بپرسم، خواهد بپرسم. شاعبه این که خیلی عامیانه‌شو میگم، میگن که آقای امیر علی اکبری تحت حمایت یکی از نهادهای نظارتی، یکی از نهادهای نظامی کشور فعالیت میکنه و تحت حمایت شدیدش هست، مشخصا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. این موضوع صحت داره یا نه؟ تا چه حدودی هست؟ اگر صحت داره، اگر نیست تا چه حدودی؟ ما هممون ایرانی سپاه پاسداران هم افتخار میکنیم که حافظ منافع ماست، ولی من همینجا اعلام میکنم آقا اگر کسی تا حالا از من کوچکترین حمایتی کرده بیاد اعلام میکنم. من تا امروز فقط زیر پرچم علوی بودم و تنها کسی که به من کمک کرده خدا بوده. خودم و یک تیم دوروبری من که شامل سه چهار نفر بودن تا اینجا اومدیم و فقط خدا به من کمک کرده، نه زیر پرچم سازمانی بودم نه ارگانی بودم، همشون هم به ما محبت داشتن دورا دور، ولی تا حالا کوچکترین حمایتی جلوی دنیا دارم بیام که اگه کرده باشن قطعا بهشون برمیدونم، کوچکترین حمایتی از هیچ ارگانی از ما نشده و نخواهد شد. فکر میکنم اگه اینجا هستیم و داریم رو به جلو میریم فقط به کمک خدا و امیر المومنین. خب دوستان تو هم اتاش میکنم در واقع که خیلی از فدراسیون ها مثل فدراسیون ایوسی معمولا اگر کشوری وارد سیاست رو بسته ورزش بکنن یه ذره در واقع اشکالاتی به وجود میارن برای اگر یکی از فایده های امریکایی فرض کنید که امباشون باید شما مبارزه کنن و شما نتونید برید امریکا به خاطر ویزا ایوی در نظر بگیرید موضوع اینکه سیاست ربطی به ورزش نباید داشته باشه. خب همونجایی که میدونید نزدیک به 2 سال ویزای آمریکا صفره دیگه و این UFC کاملا میدونه و اگه قرار باشه امیر علی اکبری با هر فایتری فعلا تا ویزا نداره فایت کنه، قطعا باید از فایت هایی که بیرون آمریکا میذاره از ما استفاده کنه. مثلا امسال همین توی تابستون ما 3 تا فایت توی بیرون آمریکا داریم، یکی چینه، یکی ابوظبی، یکی اروپاست. ما قطعا این ستا رو میتونیم شرکت کنیم، حتما نیاز نیستش که من اگه میخوام با یه فایتر آمریکایی بازی کنم برم آمریکا، چون این سازمان کل دنیا داره بازی برگزار میکنه، میتونه از کارتایی که بیرون آمریکا زده ما استفاده کنه و هیچ شلا مشکلی نخواهیم داشت. بفرمایید خوش بودید. میکروفون رو دوستان اگر محبت کنن میز اول. به نام خدا تکاور هستم. میخواستم بپرسم که با توجه به حرکتی که شما انجام دادید و زحماتی که اصحاب رسانه دارن میکشن در این زاویه حرکتی، چقدر میتونیم امیدوار باشیم که MMA بتونه ورزش رسمی و شناخته شده‌ای در ایران بشه؟ اولا جا داره تشکر کنم توی 3-4 ساله از تمام اصحاب رسانه، الان دوستایی که اینجا هستن اکثرا با هم دوست، واقعا تو اون ممنوعیته و تو اون تاریکیه که وجود داشت وجود شماها باعث شد که این ورزش به مردم ایران معرفی بشه. قطعا هم اگر بعد از این بخواهیم این ورزش رو تثبیت کنیم باز وجود شما 100% نیازه و امیدوارم دست به دست هم بدیم رفاقتی بدون هیچ دشمنی، چون خود دوستان من میشنه من با هیچ دشمنی با هیچ کس ندارم، همیشه بهترین ها رو بر همه خواستم، چه ورزشگاه ها چه دوست دارم. امیدوارم بتونیم دست به دست هم بدیم این ورزش که جز پربیننده ترین ورزش های دنیا است. ورزش MMA تو 50 تا کشور دنیا بازیش بخش مستقیم میشه بازی UFC و امیدوارم دست به دست هم بتونیم بدیم که این ورزش رو ثبت کنیم
و فایترهای با پرچم ایران بتونیم توی UFC داشته باشیم که بتونیم کشور خودمون رو تبلیغ کنیم. ما هر چی باشیم هممون ایرانی، ریشه‌مون اینجاست و برای ایران باید بجنگیم. حالا ان شاءالله دست به دست هم بدیم و این پرچم تو جایش میتونیم بالا ببریم. ان شاءالله. خیلی متشکرم. بفرمایید بشونن. دوستان میکروفون موقت کنن. ضمن سلام و تبریک. واقعا من فکر میکنم که این یکی از روشهای بسیار پرطرفدار. من کیانی هستم، در سرویس نظام اطلاعات. اگر این رو میگم به خاطر اینکه من سابقه مربیگری قهرمانی ملی رو دارم، در رجوان سال در روشهای دیگه به عنوان نوجوانان جوانان و حتی اونها این رشته رو دوست داشتن. خیلی خوشحالم که امروز این اتفاق افتاده. شما اشاره داشتید میگه که هیچ کس حمایت نکرد. آقای علیقری، من میخوام بدونم که جلو این فعالیت رو نمیگیرن، حالا حمایت میکنن بمانه. من میخوام بدونم که اصلا این مصاحبه که شما رو امروز اینجا گذاشتیم و دوستان بزرگوار همراهی کردن، چون باعث نمیشه که به هر حال ممانعت هایی ایجاد بشه قاعدتا، چون همیشه بعضی موفقیت ها رو بعضا خیلی ها نمیتونم تحمل بکنم. میگم خدا رو شکر همونجوری که هیچ جا هیچ نامه دلیل بر ممنوعیت این ورزش نیست. شاید حمایت مالی از ما نبوده، ولی همیشه حمایت معنوی دوستان بوده. هیچ وقت جلوی ما رو نگرفتن، هر جا ما رو دیدن با یا علی گفتنشون به ما نیرو دادن، قوت دادن و خدا رو شکر همیشه هم جایی که تونستن لفظی و مثل همین امروز که این مسابقه خبری برگزار میشه حمایت اینجوری داشتیم. ایشالله که بتونیم به یه جایی برسیم که این ورزش ثبت بشه. من فقط تمام دردقم اینه که بتونم این ورزش رو توی ایران ثبت کنم و فایترها رو زیر یه چت جمع کنم. شما ممکنه خدا خیلی متشکرم. دوستان دیگری اگر سوالی هست. خب من خواهش میکنم که شما خودتون یک جمع‌بندی نهایی داشته باشید از نشستی که امروز داشتیم و یک بار دیگه مرور کنیم نکاتی رو که به صورت رسمی این پیام منتقل بشه تا انشاءالله باز در خدمتتون باشیم. من اول از همه تشکر میکنم که امروز دیگه دور هم جمع شدیم و تونستیم این افتخار برای کشور نه برای من. مثلا من خودم کوچیک‌تر از این میدونم که بخوام بگم من افتخار کسب کردم. این افتخار برای کشورمون باشه. دور هم بتونیم اینو اعلام بکنیم. امیدوارم که حمایت‌های شما همیشه بالا سر این ورزش باشه، نه دیگر یک بالا سر این ورزش و فایترهای دیگه باشه. خیلی خوشحالم که همتون یه روز دیگه هم و ایشالله این ورود به UFC اولی و آخری نباشه و بعد از من فایترهای دیگه هم بتونن وارد UFC بشن با حمایت شما ها، با کمک خدا و حمایت شما ها. ما امروز فقط چون اولین بار بوده قرارداد آخرین برگی قرار دارم بوده مفادش امضا رو نمی کنیم. فقط آخرین برگی قرارداد رو امضا می کنیم جلو شما که رسمیت ببخشیم به این قضیه. ایشالله که دعا کنید بتونید توی راه سخت که پا گذاشتیم، راه واقعا سخت، تمام قوله های دنیا توی UFC جمع هست، بتونیم سری تو سرهای کشورهای دیگه در بیاریم و بتونیم پرچم کشور رو به اعتزاز در بیاریم. به امید خدا و کمانش نباید. متشکرم. آتا چه حدودیشو میتونن دوستان تصویرشو داشته باشن؟ همه میتونن تشریف بیارن و برگ آخر که قرار امضا بشه برای اجرای فایل های حدودی بشه. اینجا خیلی متشکرم. تشکرشون خواهش میکنم. از همکاران خوب رسانه‌ای خودم، عکاسان عزیز، خبرنگاران عزیز، تصویربرداران و گزارشگران عزیزی که در جمع ما حضور دارن خیلی خیلی تشکر میکنم. درست دیدم آقای قاضی میر سعید رو من دیدم در سالن. بله خیلی خوش اومدید. تشکر می‌کنم. خواهش می‌کنم آقای قاضی میر سعید. خیلی شما داشته باشید. سوالم شما نپرسید. صابون شما بتونه رو به عمران زیاد خورده. خواهش می‌کنم. خوبی این مرد شما فرمید.
میرسیم به پایان بحثمون میرسیدیم. من شما دیدم گفتم که در خدمت شما باشم. خواهش میکنم من یه توضیح رو چون شما تازه رسیدید داشتم میدیدم، لازم میدونم که یک بار دیگه تشکر کنم از حامی در واقع این فرایندی که داریم در بارش صحبت میکنیم، MMA.ir، که به صورت تخصصی نخستین پایگاه اطلاع رسانی ورزش های پیس مارشال آرتس اگه بخواید بگیم ورزش های ترکیبی رسمی هستن و قرار هست که به صورت رسمی و تخصصی توی حوزه فعالیت داشته باشن. الان اسپانسر و حامی آقای امیر علی اکبری هستن و اولین حامی ایرانی، درست عرض کردم؟ بخش مدال هم ابر مدال هم باشه توی بخش پخش مستقیم خیلی ما کمک کردن، بخش از بیر بعد MMA TV که تنها اسپانسرهای داخلی ما توی چند سال بودن. من در ادامه داشتم اپلیکیشن مدال هم بهش اشاره میکردم که معمولا تصاویری که از آقای علی اکبری هم میبینیم لوگوشون هستش، این اپلیکیشن رو میتونید دانلود کنید و استفاده کنید از این فرآیند. خدمت رو عرض کنم که نکته مهمی که الان وجود داره اینه که امیر علی اکبری موفق شد که عنوان یک ایرانی یک بار دیگه که افتخار خیلی خیلی بزرگ برای ما به ارمغان بیاره، حضور یک ایرانی در میدان بزرگی مثل سازمان UFC، اون هم با پاس ایرانی، نه با ملیت کشور دیگری و با پرچم ایران و نام ایران، خیلی اتفاق مهمی میتونه سرقی بشه. من نمیدونم شما دانوهایتون دارو دستشون رو چجوری تونسته خلاصه توجیه کنید، چون که اون تعصبات عجیبی که اونجا وجود داره، تعصبات ملی که نسبت به حالا مسائل خودشون دارن، که پرچم ایران اونجا وجود پیدا بکنه خیلی مفهوم و معنای بزرگی پیدا بکنه. و هر حال تشکر میکنم از شما و همه همکارانهای آزمیر سعید. من یک بار به صورت خلاصه سعی کردم علت در واقع حضور اینجا رو یک بار دیگه بگم، اگر سوالی هست در خدمت باشم. موضوع رسمی هستم تو حالا نکنی قبل از اینکه از این کار روشن یک پشتگیر هستم خواهم راجع به پشتگیر برای ما صحبت کنم که حالا شما یک رشته دیگه وارد یک رشته از رسمی شدید و اینکه چقدر تفاوت داره و یه سال دیگه که پایان راهی که برای خودتون در مورد ترسیم کردید این رشته رسمی کجا خواهد بود و مهمترین هدفی که در مورد دنبال میکنید به عنوان یکی برای اینکه افتخار همه ماست کجا خواهد بود؟ بعدا ما به هر جا که برسیم ما رو کشیده میشنسیم کشیدن به کشی از ما باز نمیشه. بعدا همینطوره من هنوز هم کشی دوست دارم، دوستایی داریم که هنوز دارم توی کشی فعالیت میکنم و دنبال میکنیم، ولی سویچ کردن از کشی به MMA جز سختترین کار هست. یه کشی از بچه هیچ مشتی نخورده و این صورت و بدن عادت رو مشت خوردن نداره. نزدیک 4 سال توی کمپ اکری توی تایلند صبح و بعد از ظهر و بعضی اوقات 3 وعده تمرین MMA کردم که بتونم این دوتا رشته رو با هم تلفیق کنم و بتونم از فنون کشتی توی MMA استفاده بکنم و بغلش دست و پا و جویسور هم یاد بگیرم. پایان راه MMA خدا رو شد انقدر دنیای MMA بزرگه، هیچ کس هیچ ترسیمی از پایان راه MMA نداره، ولی خدا رو شکر امروز اولین قدم از هدف گذاریمون محقق شد و به UFC رسیدیم. دومین قدم از هدف گذاریمون به حول و به الهی گرفتن کمربند UFC ایشالله. سپاسگزارم، متشکرم. دوستان عزیز یه سوالی باقی نموند، ما یه جنبندی رو هم داشتیم، سوالی نیست. بسیار عالی، سپاسگزارم آقای امیر علی اکبری عزیز، بسیار بسیار از شما ممنونم. آقای فیضی، از دوستان عزیزمون MMA.ir، اپلیکیشن مدال، نشریه رزمبر هم خیلی خیلی تشکر میکنم که همراهی کردن ما رو در برگزاری نشست خبری. سپاسگزارم، موفق باشید.